سر خط خبرها. تلاش دولت ایران برای جبران عقب‌ماندگی در تامین واکسن کرونا، وزارت بهداشت از شرکت‌های خصوصی خواست برای واردات اقدام کنند. توقف صادرات واکسن استرازنکا از هند برای تامین نیاز داخل، اتحادیه اروپا هم ممنوعیت صدور واکسن را بررسی می‌کند. تأکید چین بر ادامه واردات نفت از ایران، پکن می‌گوید از واشنگتن هشداری دریافت نکرده. و رایزنی آمریکا و اروپا برای احیای برجام. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. وزارت بهداشت ایران در فراخوانی از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا دعوت کرده. این فراخوان بعد از آن منتشر می‌شود که دولت نتوانست برنامه از پیش اعلام شده واردات و خرید واکسن را اجرا کند. از طرف دیگر درباره رایگان نبودن واکسن کرونا در ایران ابهام زیادی به وجود آمده، هرچند سازمان غذا و دارو گفته قرار است همه به صورت رایگان واکسینه شوند. گزارش ماجرا از شیدا هوشمندی. چند قدم دیگر تا واکسیناسیون سراسری کرونا در ایران مانده. به نظر می رسد پاسخ این پرسش را هیچ کس نمی داند. نه مسئولان وزارت بهداشت، نه متخصصانی که سرگرم تولید واکسن ایرانی هستند و نه این مردم که نوروز خود را با دلهوره توأم با امید سپری می کنند. وزارت بهداشت حالا با انتشار فراخوانی از شرکت‌های واردکننده دارو دعوت کرده که برای خرید واکسن کووید 19 اعلام آمادگی کنند. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند این نخستین بار است که از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا دعوت می‌شود. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، اما می‌گوید این سومین فراخوان است و اتفاق جدیدی نیست. آقای جهانپور در توییت دیگری می‌گوید روزی 10 نفر با ادعای خرید میلیونی واکسن مراجعه می‌کنند. از این قصه‌ها زیاد شنیدیم. وارد کنندگان دارو در ایران انگشت شمارند. با ورود آنها به داستان در رایگان بودن واکسیناسیون شبهه ایجاد شده. انشالله امیدواریم سال 1400 سال عبور از کرونا باشه و انشالله سال آینده که ورود به قرن 15 هجری شمسی هم هست انشالله شرایط مناسبتری برای مردم عزیز باشه. فراخوان دولت برای واردات واکسن بعد از آن رسانه‌ای می شود که مدیریت دولت در خرید و واردات واکسن خارجی کرونا زیر تیغ انتقاد رفته. میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنند. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن‌های ساخت امریکا و بریتانیا مخالفت کرده بود و این موضوع باعث نارضایتی شد. وزارت بهداشت از برنامه خود این وزارتخانه برای واکسیناسیون سراسری عقب مانده، به نحوی که میگوید از هدف واکسیناسیون 1,300,000 نفری تا پایان سال 99 تنها 700,000 دوز انجام شده. ایران تا کنون 250,000 واکسن سینوفارم از چین و 4 محموله واکسن اسپوتنیک وی روسیه وارد کرده. این هم آخرینش که امروز رسیده. این تمام واکسن‌های سفارش داده شده از روسیه نیست. حتی با ورود تمام واکسن‌های روسی، باز هم برای واکسیناسیون بیش از 80 میلیون نفر به واکسن‌های بیشتری نیاز است. برنامه تولید واکسن مشترک با روسیه در داخل ایران هم هنوز به نتیجه نرسیده. واردات واکسن از هند هم با مانع قانونی در دهلی مواجه شده. وزارت بهداشت میگوید با تولید واکسن ایرانی مشکل تا پایان سال 1400 حل می شود. ایران در گذشته واکسن هایی مانند فلج اطفال، سرخک و آبله تولید کرده و سابقه قابل توجهی در تولید واکسن دارد. اما عملکرد ایران در تهیه واکسن کرونا و عقب ماندن این کشور نسبت به کشورهای موفق در واکسیناسیون بخش بزرگی از جامعه را درباره تولید واکسن مؤثر کرونا در ایران دچار تردید کرده. شیدا هوشمندی، BBC.
هند تصمیم گرفته صادرات واکسن کرونا را موقتاً متوقف کند. در حال حاضر این کشور یکی از بزرگترین تولید کنندگان واکسن استرازنکا است و پیشبینی می شود این تصمیم پیامد جهانی قابل توجهی در روند واکسیناسیون و مقابله با همه‌گیری کرونا داشته باشد. هند همچنین یکی از تولید کنندگان اصلی واکسن های طرح کوواکس است که بر اساس آن قرار است دست کم 1 میلیارد واکسن با قیمت پایین بین کشورهای جهان توزیع شود. کیوان حسینی گزارش می دهد. واکسن‌های آسترازنکا که با سرعت در مؤسسه سروم هند تولید می‌شوند و به دستور دولت هند تا اطلاع ثانوی از این کشور خارج نخواهند شد. منابع مطلع در وزارت خارجه هند به بی بی سی گفتند که این تصمیم به دلیل افزایش قابل توجه آمار ابتلا به کرونا در داخل هند گرفته شده. کشوری که حدود 1,360,000,000 جمعیت دارد و با نزدیک به 12 میلیون مورد ابتلا به کرونا در حال حاضر سومین کشور جهان بعد از آمریکا و برزیل از نظر ابتلا به این ویروس است. اما از این جمعیت قابل ملاحظه تا امروز تنها حدود 50 میلیون نفر در هند واکسن کرونا زدند. و حالا علاوه بر موجی تازه از شیوع کرونا، این کشور با نوعی جدید از این ویروس هم روبرو شده که چه بسا بر سرعت افزایش مبتلایان در هفته‌های اخیر اثر گذاشته. این نوع جدید حتی اگه با سرعت بیشتر از انواع قبلی پخش نشده باشه، دست کم به سرعت همون ویروس‌های قبلی در حال پخش شدنه. برنامه واکسن ما باید به سرعت گسترش پیدا کنه و به سطحی برسه که روزی 5 میلیون نفر واکسن بزنن. صادرات واکسن هند یکی از مهمترین بخش‌های مقابله با شیوع کرونا در سراسر جهان است. به ویژه در کشورهایی مانند برزیل که محموله‌های اینچنین در قالب طرح کوواکس برایش اهمیت ویژه‌ای دارند. واکسن‌هایی که تا امروز همه در هند تولید شدند. در ایران هم ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید شده در بریتانیا و آمریکا توسط شخص آیت الله خامنه‌ای گزینه‌های سهمیه 18.5 میلیونی کشور از طرح جهانی کوواکس را به واکسن‌های تولید شده در هند محدود کرده بود. وضعیتی که حالا روند واکسیناسیون کشور را با پرسش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. در حال حاضر اسرائیل در میان کشورهای جهان به شکل قابل توجهی در واکسیناسیون شهروندانش موفق بوده و از نظر درصد کسانی که دست کم 1 دوز از واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند در رده اول جهان است. سیشل، امارات، شیلی و بریتانیا هم در رده‌های بعدی هستند. ایران با این کشورها فاصله زیادی دارد. همزمان در اتحادیه اروپا هم انتقادات گسترده از روند توزیع واکسن موجب شده تا مسئله امروز در عالی‌ترین سطح این اتحادیه در جلسه شورای اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شود. پیشنهاد اصلی این است که روند صادرات واکسن از اتحادیه اروپا به کشورهایی که وضعیت بهتری از نظر واکسیناسیون دارند مانند بریتانیا و آمریکا محدودتر شود. هنوز نتیجه این جلسه روشن نیست. کیوان حسینی، بی بی سی. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند در بریتانیا از همین شهر با ما هستن. آقای دکتر، به نظر میاد که در اکثر کشورهای جهان الان برای واکسیناسیون با شاهد پیچیدگی هستیم. این چقدر دشوار میکنه وضع رو؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. البته همونجور که فرمودید، در واقع یه رقابت جهانی و شاید بشه گفت یه رقابت ناسالم جهانی پیش اومده بین کشورهای مختلف برای تهیه واکسن و ارائه اون به مردمشون. در کشورهای اروپایی مثالهاش رو فرمودید، مثل اینکه هند مثلا صادرات واکسن رو متوقف کرده. در کشورهای اروپایی وضعیت کشورها کاملا متفاوته. انگلستان با چیزی حدود 65 میلیون نفر جمعیت الان بیش از 30 میلیون نفر رو واکسینه کردن. روزانه حدود 400 هزار نفر در انگلستان واکسینه میشن، حالا با واکسن‌های مختلف که در واقع دولت انگلستان قبلا پیش خرید کرده و الان در اختیارشه. روزی 800 هزار تست انجام میشه و به خوبی تونسته دولت انگلستان در واقع این موج اخیر کرونا رو در انگلستان مهار کنه. ولی همین شرایط رو اگر در آلمان نگاه کنیم، ببینیم فقط حدود 10% مردم واکسینه شدن. به دلیل موج سوم کرونا در آلمان الان همین الان در واقع قرنطینه جدیدی داره شروع میشه.
این فاصله‌ای که بین کشورها به وجود اومده باعث شده که یه مقدار رقابت پیش بیاد. کمپانی‌های بزرگی مثل آسترازنکا که در واقع کمپانی چند ملیتی هست، البته مرکزش و سیستم اداریش در شهر کمبریج انگلستانه، ولی مراکز متعدد و کارخانه‌های متعددی در کشورهای دیگه مثل سوئد و هند داره و این کشورها برای اینکه بتونن نیاز خودشون رو در واقع تامین بکنن دست به ممنوعیت صادرات این واکسن زدن که به هر حال بتونن به مردم خودشون کمک کنن. این که در ایران وزارت بهداشت از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا دعوت کرده، فکر می‌کنید چقدر به وضع میتونه در ایران کمک بکنه؟ ببینید، من با توجه به اینکه واقعا نمیدونم منظور از شرکت‌های خصوصی کی و چی هست، تا الان میگفتن چیزی بیش از 20 شرکت خصوصی یا دانش بنیان مشغول ساخت واکسن هستند و حالا در واقع از کشورهای از شرکت‌های متعدد خواستند واکسن رو وارد کنند. حالا بحث فقط واردات واکسن نیست، اینکه واکسن وقتی وارد شد در اختیار کی خواهد بود، کدوم سیستم میخواد این واکسن رو توزیع کنه. اگر وارد کننده ای میخواد فقط واکسن رو بیاره و بعد در اختیار وزارت بهداشت بده، خب چرا خود وزارت بهداشت این کار رو نمیکنه؟ خیلی جای سوال داره و در مثلا کشورهای پیشرفته در همین انگلستان همه چیز تحت نظارت در واقع وزارت بهداشت و درمان انگلستان هست که بهش NHS میگیم، کاملا کنترل شده است چه افرادی در چه زمانی و با چه اولویت هایی واکسن میگیرن و واقعا من مطمئن نیستم که این واردات واکسن توسط شرکت های خصوصی بتونه به مردم کمک کنه و یا چه منافعی رو به چه افراد خاصی که حالا نزدیک به سیستم هستن ببخشه. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند در بریتانیا، متشکرم. برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی تلفنی با یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، تاکید کرد که آمریکا از رسیدگی عادلانه به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین حمایت می‌کند. آقای ینین گفته دو طرف درباره گام‌های بعدی برای اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت هم نظر بودند. همزمان هواپیمای مسافربری اوکراین 15 ماه پیش با شلیک دو موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. حکومت ایران گفته علت حادثه خطای افسر پدافند سپاه بود، اما خانواده های قربانیان و دولت های اوکراین و کانادا این روایت را زیر سوال بردند. رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان گفته او بازرس ویژه سازمان ملل در پرونده قتل جمال خاشقجی را تهدید نکرده بود. پیشتر سازمان ملل تاکید کرد که یک مقام ارشد سعودی در ژنو سال گذشته اگنس کالامار را تلویحاً به قتل تهدید کرد. خانم کالامار برای اولین بار دیروز این اتهام را در گفتگوی با روزنامه گاردین مطرح کرد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، 3 سال پیش در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. بر کانال سوئز مصر، گروهی از قایق‌های نجات در تلاشند تا یک کشتی بزرگ باربری را که در آنجا گرفتار شده نجات دهند. این کشتی 250 هزار تنی دو روز پیش هنگام دور زدن به خاطر باد شدید به گل نشست. از آن زمان مسیر برای سایر شناورها هم در این کانال مهم مسدود شده. تیم نجات میگوید رها کردن این کشتی ممکن است هفته‌ها طول بکشد. چین میگوید درباره خرید نفت از ایران از دولت جو بایدن اخطار تحریم نگرفته. سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفته این کشور برای حفظ توافق نفتی خود با ایران و دفاع از روابط به گفته او مشروع دو طرف تلاش میکند. چندی پیش گزارش شد که ایران به امید رفع تحریم ها حجم زیادی از نفت خام را به طور غیر مستقیم به چین فرستاده. از ایمان ناصری، مشاور بازار نفت، پرسیدم بازار جهانی چقدر برای ورود نفت ایران آمادگی دارد. اتفاقی که افتاده این هستش که ایران میزان نفتی رو که به چین ارسال میکنه از ماه دسامبر سال گذشته به طرز معناداری افزایش داده. این البته به این معناست که آن چیزی که در واقع قابل رصد بوده و تونستن این شرکت ها پیگیری بکنن نشون میده که ایران از میزان 200 تا 300 هزار بشکه در روز نفتی که در شاید در طول دوره تحریم
به چین میفرستاده به میزان 500 تا 600 هزار بشکه در روز افزایش داده، یعنی یه چیزی حدود دو برابر آن چیزی که قبلا میفرستاده در طی مدت تحریم ها. و البته این تقریبا همه در واقع این امر رو به شاید تغییر مدیریت یا در واقع رهبری کشور امریکا و انتظارات برای در واقع شلتر گرفتن وضعیت پیگیری محموله هایی که شامل تحریم امریکا هستن ارتباط میدن. و البته تلاش ایران برای ارسال بیشتر یا فروش بیشتر نفت به چین و البته کشورهای دیگه که خیلی کمتر تصور میشه از ایران نفت خریدن همچنان ادامه داشته، این چیزی از سمت ایران تغییر نکرده، اما به نظر میاد که ریسک پذیری خریداران چینی یه مقدار بالاتر رفته در طی در واقع مدیریت جدید دولت امریکا. با توجه به کاهش خرید نفت و تصمیم اخیر اوپک پلاس برای ادامه روند کاهش تولید، چقدر فکر میکنید بازار جهانی برای ورود نفت ایران اصلا آماده است؟ ببینید در کل محاسبات اوپک و اوپک پلاس در واقع اونها هر گونه نفتی از ایران رو فعلا در محاسبات خودشون وارد نمی کنن و آن چیزی که در واقع به طور میشه گفت در واقع در بازارهای سیاه یا خاکستری از ایران دریافت میشه اینها رو به عنوان شاید میشه گفتش در واقع بخشی از تولید کشورهای غیر اوپک پلاس بررسی میشه. اما خب همونطور که میدونید همچنان اوپک تصمیم گرفته که این در واقع کاهش صفحه تولید رو ادامه بده و حتی به تأخیر انداخته، بنابراین از نگاه اوپک یا اوپک پلاس در واقع ورود نفت ایران الان بازار آمادش نیست، مگر اینکه تصور بشه که اوپک همچنان این در واقع کاهش صفحه تولید رو ادامه بده برای مدت طولانی تر یا حتی میزان بیشتر کاهش بده تولیدش رو. آیا علاوه بر چین خریداران دیگری هم هستند به خصوص در آسیا که خرید نفت از ایران رو از سر گرفته باشند؟ اگر هستش یا قابل ردگیری ردیابی نبوده و یا میزان بسیار بسیار پایینی بوده و البته بعضی در واقع از این محموله ها ردیابی شده رفتن به سوریه رفتن که البته بازار مدیترانه محسوب میشه و به ندرت اینها رو در کشورهای مالزی و اندونزی هم ردیابی کردن که البته خیلی معتقدن که اینها برای انتقال کشتی به کشتی در اون کشورها و در نهایت رفتن به چین به عنوان خریدار نهایی به اون کشورها ارسال میشن. بنابراین میشه گفتش تقریبا پاسخ به سوال شما خیر هستش، کس دیگه‌ای در آسیا به ظاهر دریافت کننده نفت ایران نیست. گفتگویی بود با ایمان ناصری مشاور بازار نفت. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وزارت بهداشت ایران از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا از منابع مورد تایید دولت دعوت کرده. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز درباره سرعت دادن به واکسیناسیون کرونا و محدود کردن صادرات واکسن به خارج از این منطقه از جمله بریتانیا گفتگو می‌کنند. در ادامه برنامه آغاز سفر 121 روزه مشعل المپیک در ژاپن. در 24 ساعت گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بلژیک با همتایان اروپاییش درباره احیای برجام گفتگو کرد. وزیر خارجه چین هم عازم تهران است. همه طرف‌ها بر اهمیت بازگشت به توافق هسته‌ای تاکید می‌کنند، ولی هنوز بن‌بست موجود درباره اینکه کدام طرف باید چه گامی بردارد رفع نشده. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این سفر آقای بلینکن. بهمن، آقای بلینکن تاکیدش در گفتگو با آقای برول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا همین است که ما همچنان متحدیم به برجام بازگردیم، اگر ایران هم گام‌های مشابه برداره و تعهداتش رو عمل بکنه مفاد توافق رو اجرا بکنه. می‌دونیم که گره کار این است که چه کشوری چه گامی رو در آغاز برداره یا چه هماهنگی وجود داشته باشه برای برداشتن گام‌های همزمان. تاکید آقای بلینکن این است که ما به اتحادیه اروپا گفته بودیم که آماده ایم دعوت اونها رو بپذیریم برای
گفتگوی مستقیم تا بتوانیم وارد جزئیات چنین مسیری بشیم و راه دیپلماسی بازه، ولی این ایران بوده است که نیامده به این گفتگوها. میدونیم که طرف ایرانی میگوید که ما حرفی برای گفتن نداریم، مشخص است راه بازگشت به برجام، و یک گام فراتر از اون مقام های آمریکایی گفتند که ما منتظر بودیم اون چیزی که آقای ظریف در ماه گذشته ازش صحبت کرد در مورد یک راهکار سازنده عملی از طریق مجاری دیپلماتیک، اون منتشر بشه یا به دست اون برسه که بر اساس اون بتونیم به سمت بازگشت برجام بریم، ولی اون هنوز نیامده. و به همین جهت به نظر میاد که دست کم موضع رسمی آمریکا این است که توپ در زمین تهران است و ما منتظریم که اونها بگویند چه قرار است بشود. در مقابل میدونیم که مقام های ایران، مخصوصا نماینده ایران در سازمان ملل آقای تخت روانچی، گفته است که نه توپ در زمین ماست و نه شما. الان عده‌ای معتقدند که این که ایران و آمریکا متقابلا همدیگر رو دعوت میکنند به اینکه به تعهداتشون برگردند، خودش عملا برجام رو با بنبست مواجه کرده. آیا ممکنه که نشانه هایی از این میبینیم که آمریکا از موضع خودش بخواد پایین بیاد؟ اون چیزی که تغییر در موضع آمریکا ممکنه دیده بشه در هفته های گذشته و در گفتگوی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم با ما هفته پیش یه نشانه هایی ازش وجود داشت، این بود که از اون حرفی که اول میزنن که ایران باید گام نخست رو برداره، به اونجا رسیدن که باید با هم صحبت کنیم که گام های همزمان برداریم. ولی باز هم این مشکل رو فعلا حل نکرده به خاطر اینکه موضوع در تهران متفاوته، ولی همزمان در همین صحبتی که گفته است که ما متعهدیم به بازگشت، گفته است ببینیم در هفته های آینده چه خواهد شد. به نظر میاد به هر حال یک دیپلماسی و تماسهایی در جریان برای اینکه دو طرف رو به یک موضع میانی نزدیکتر بکنند. حرف از قطر هست، حرف از خود اتحادیه اروپا و آقای برایل هست که در حال گفتگوست. این مجموعه تلاش‌ها آیا در هفته های آینده به این نتیجه خواهد رسید که یک به اصطلاح برنامه گام به گام بازگشت به وجود بیاد یا نه، هنوز معلوم نیست. در خود واشنگتن هم یکی از سناتورهای دموکراتی که طرفدار برجام، برخلاف چند سناتور دموکرات که میگویند باید توافق جدیدی باشه، گفت من معتقدم آمریکا باید گام اول برداره و دست کم در بعضی موارد راه خرید دارو و مواد غذایی و دسترسی ایران به منابع مالیش رو باز بکنه. به همین جهت دیدگاه مختلفی هم در خود واشنگتن هست، ولی فعلا موضع رسمی دولت آمریکا همان است که باید گفتگوی مستقیم داشته باشیم یا غیر مستقیم در مورد جزئیات راه بازگشت به برجام. ممنونم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. ائتلاف حرکت نجات افغانستان امروز در کابل با شعار در اولویت قرار دادن صلح و ایجاد ثبات سیاسی اعلام موجودیت کرد. رهبری این حرکت را وزیر مالیه سابق عمر زاخلوال به عهده دارد. حرکت نجات افغانستان تا اینجای کار با انتقاد از روند فعلی صلح طرفهای مذاکره را متهم کرده که به منافع شخصی اولویت می‌دهند. جعفر مهدوی معاون ائتلاف حرکت نجات افغانستان از کابل با ما هستند. بیشتر به ما بگید از این ائتلاف، چه کسانی عضو این ائتلاف هستند و دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بله، همونطوره که شما در صحبتهای خود فرمودین، ائتلاف حرکت نجات مرکب از حدود 20 حزب سیاسی و ده ها تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و شخصیت‌های مستقل و وزرای پیشین، والیان پیشین، اعضای پارلمان فعلی و پیشین افغانستان، شخصیت‌های سیاسی مستقل هستند که عملاً همونطور که در صحبت‌های شما بود با هدف نجات افغانستان از وضعیت سیاسی آشفته موجود به وجود آمده. و یکی از دلایل مهمی ظهور ائتلاف حرکت نجات افغانستان است که متاسفانه در پروسه صلح افغانستان مجموعه‌های سیاسی که حضور داره و به عبارتی ظاهراً از مردم افغانستان نمایندگی میکنند، از احزاب سیاسی مشخصی است که هر کدام از آدرس‌های سیاسی قومی بیشتر نمایندگی میکنه، ضرورت ایجاد یک حرکت سیاسی کلان که در او احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی از تمام افغانستان و مخصوصاً از نسل جوان، از شما فرمودید که 20 حزب در این ائتلاف تازه وجود دارند. این احزاب چقدر تکثر دارند؟ چقدر تنوع دارند؟ احزاب سیاسی موجود احزابی هستند که به هر حال هر کدام از جامعه اقوام افغانستان و جریان‌های سیاسی مختلف، گرایش‌های
سیاسی مختلف، چپ، راست، محافظه‌کار، گروه های روشن فکری، گروه هایی است که تفکرات محافظه‌کارانه دارن، اما حول محوری که ضرور است افغانستان در آستانه یک تحول بسیار بزرگ سیاسی قرار داره و لازم است یک جریان سیاسی ملی که از تمام مردم افغانستان، از تمام جریان ها و از نسل جوان و خانم ها نمایندگی بکنه و در تهداب گذاری افغانستان آینده پس از صلح بتونه یک نقش مؤثر داشته باشه، باید چقدر به دنبال راه حل هست برای ادامه صلح در افغانستان این ائتلاف، چقدر به دنبال قدرت؟ میشه گفت که در ائتلاف حرکت نجات افغانستان برنامه های کوتاه مدت داره، میان مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت مهمترین اولویت حرکت نجات افغانستان حمایت از پروسه صلح و داشتن نقش مؤثر برای که صلحی که در افغانستان عنقریب به ناساکم شوه یک صلح عادلانه و پایدار باشه. اما یقینا در میان مدت هم برنامه هایی رو ما داریم و یقینا برای آوردن اصلاحات گسترده در افغانستان که به اصطلاح قدرت به مردم برگرده و قدرت از انحصار برخی جریان های سیاسی نجات پیدا بکنه و مردم افغانستان سر سرنوشت خدا که میشه و یقینا ما به حال تلاش برای رسیدنی به قدرت سیاسی در افغانستان رو هم در آژندای خود داریم در میان مدت. متشکرم از شما جعفر مهدوی، معاون ائتلاف حرکت نجات افغانستان در کابل. مراسم حمل مشعل المپیک توکیو امروز آغاز شد و قرار است 121 روز دیگر این مشعل به محل افتتاحیه المپیک در توکیو برسد. مشعل از نزدیکی فوکوشیما به راه افتاد، منطقه‌ای که 10 سال پیش سونامی و زلزله فاجعه بزرگی در آن به بار آورد. مراسم امروز برخلاف معمول به روی عموم باز نبود تا حضور جمعیت به شیوع کرونا منجر نشود. قرار بود المپیک توکیو در سال 2020 برگزار شود، اما با همه‌گیری کرونا این بازی‌ها یک سال دیگر به تأخیر افتاد. تصاویری ببینید از مراسم امروز. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید، bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت فارسی bbc ببینید و اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و ساعات پخش رو از طریق سایت ما به دست بیارید. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی bbc هستید.